دختران جوانی که گرد هم آمدند تا این گونه از دغدغه های ماندن در خانه و محروم شدن از مکتب با خلق آثار نقاشی کم کنند. بیشتر این دختران جوان شاگردان صنف‌های ششم به بالا هستند. برنامه‌ای که توانسته تا حدود دغدغه های این دختران را دور بسازد. هر کدام آنها حالا یاد گرفتند که چگونه یک اثر نقاشی را خلق کنند. موقعی که مکتبا بسته شد همه افسردگی گرفته بودن، همه دختران ناامید شدن، ولی خب ما کلاس ما باز بود می آمدیم و امید اینی بیشتر رو آوردیم بر نقاشی. بعد از اینکه مکتب بسته شد و ما نمخواستیم که در خانه بشینیم و ما خواستیم که این نقاشی خورا ادامه بدیم. یک امیدی از ما و یک امیدی شما برای از ما و این نقاشی از ما یک امید داشت داد که وقت خود ضایع نکردیم. ما آمدیم به سر صنف نقاشی خود و از امارت اسلامی هم خواهش مندیم کمی مکتب باز کنند. بعضی از این دختران تازه به این کارگاه آموزشی آمدند، اما برخی از آنها ماها می شود که مصروف خلق آثار نقاشی هستند، تا جایی که حالا می توانند به تنهایی یک اثر را خلق کنند. این اتاق نچندان بزرگ جایی برای بیرون ساختن دغدغه ها و فشارهای روحی آنها شده است. این گونه با رنگ و قلم و نقش کشیدن برای خودشان دلخوشی پیدا کردند. هر کسی در جایگاه خود خواه الان باید اون نقشی که قبلا داشت را ایفا بکنه. یک معلم باید او وظیفه‌ای که قبلا داشت که آموختن علم به شاگردا بود، اگرچه حکومتی وجود نداشته باشه، ولی او رسالت معلم هست که باید او را انجام بده، چه در یک اتاق چه در یک مکتب. باید همیشه دنبال رسالت خود خواه باشه. علی فرهنگ جوانی که نقاشی را به گونه مسلکی آموخته است. او 10 سال می شود مصروف این هنر است و آثار خوبی را تا حالا خلق کرده، اما با تحولات اخیر سیاسی همه امید او به یأس تبدیل شده است. او حالا در کنار دیگر مصروفیت های زندگیش این کارگاه را ایجاد کرده است، اما می گوید پس از این که دختران صنف های ششم به بالا از رفتن به مکتب محروم شدند و کورس های آموزشی روی آوردند. بعد از اینکه درهای مکتب برای دخترها بسته شد، دخترها بیشتر یعنی نقاشی را یک وسیله برای بروز احساسات و عواطف درونی خودشان دیدن و از این شرایط بحرانی فرصت برای خودشان ساختن. پس از آن که دروازه مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته شد، دانش آموزان دختر در هرات برنامه های آموزشی، فرهنگی و اجتماعیشان را در کورس های خصوصی و کارگاه های نقاشی دنبال کردند. آنگونه که خیلی ها روزانه مصروف فراگیری زبان و هنرهای مختلف هستند.